سرخط خبرها، طالبان 4 غیر نظامی را از روستای عبدالاخیر پنجشیر بازداشت کردند. از سرگیری نبردها میان نیروهای جبهه مقاومت و طالبان در اندرابها. نبرد شدید در اندراب بغلان، گزارش ها که از تلفات طالبان و نیروهای جبهه مقاومت ملی است. ریاست تربیت بدنی طالبان، ورزشکارانی که قرائت قرآن را بدانند تقدیر خواهند شد. ادامه محاکمه های صحرایی، طالبان ده مرد را در هرات شلاق زدند. آخرین آرزوی فرمانده خیر محمد اندرابی پیش از شهادتش و درگیری در اطراف ساختمان ساعت عامه در کابل. فرمانده خیر محمد اندرابی پیش از شهادتش گوپایه های هندوکش را انباشته از اجساد طالبان کرد. فرمانده خیر محمد اندرابی پیش از مرگش طالبان را قتل عام کرد و پیام عاجل از سیب قوای مرکز به فامیل و دوستداران فرمانده خیر محمد اندرابی. مشروع خبرها، منابع ملی در پنجشیر میگویند که طالبان 4 غیر نظامی را از روستای عبدالاخیل از مربوطات ولسوالی در این ولایت بازداشت کرده است. منابع به روزنامه 8 صبح میگویند که طالبان از ساعت 1:04 روز دوشنبه 5 جدی تا ساعت 3 بعد از ظهر منطقه پشکوتای روستای عبدالاخیل را محاصره کرده بودند. به گفته منابع، عجم بازداشت شدگان یکی از آنها راننده می باشد. منابع می افزایند که این گروه دست بلتکو به سرنشینان موتر این راننده نیز زدند. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. از سرگیری نبردها میان نیروهای جبهه مقاومت و طالبان در اندراب، منابع ملی از شدت گرفتن درگیری ها میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت ملی در اندراب های بغلان خبر میدن. منابع ملی روز دوشنبه میگویند که درگیری ها میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت ملی از شب گذشته تا حالا در روستاهای تقانک، خوج و باغدره اندراب های ولایت بغلان جریان دارد. به گفته منابع، در این درگیری ها به دو طرف تلفات وارد شده است، اما رقم دقیق آن معلوم نیست. نبرد شدید در اندراب بغلان، گزارش ها که از تلفات طالبان و نیروهای جبهه مقاومت ملی است. منابع ملی در بغلان از شدت درگیری ها میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت ملی در اندراب های این ولایت خبر می دهند. به گفته این منابع، این گروه از یک شنبه شب 4 جدی تا کنون بر پازگاه های نیروهای جبهه مقاومت در روستاهای تقانک، خوج و باغدره اندراب ها حمله کردند. بر بنیاد گزارش ها، ده تن از نیروهای دو طرف تا کنون کشته و زخمی شدند. از تلفات دقیق نیروهای دو طرف تا کنون اطلاعی در دست نیست. با این حال، گزارش های تایید ناشده وجود دارد که خیر محمد اندرابی، فرمانده برجسته جبهه مقاومت ملی، شب گذشته با افراد تحت امرش پس از درگیری طولانی با طالبان کشته شده است. ریاست تربیت بدنی طالبان، ورزشکاران که قرائت قرآن را بدانند تقدیر خواهند شد. ریاست تربیت بدنی طالبان اعلام کرده که ورزشکاران را تقدیر و ستایش میکند که توانایی قرائت قرآن را داشته باشند. ریاست تربیت بدنی و ورزش طالبان روز دوشنبه 5 جدی در خبرنامه گفته که بخش دعوت و ارشاد این ریاست از قرائت قرآن و ورزشکاران نظارت خواهند کرد. ادامه محاکمه های صحرایی، طالبان 10 مرد را در هرات شلاق زدند. منابع ملی در هرات میگویند که طالبان در ادامه محاکمه های صحرایی شان 10 تن را در محضر عام در این ولایت شلاق زدند. این افراد روز دوشنبه 5 جدی از سوی دادگاه طالبان در ولسوالی انجیل ولایت هرات مجازات شدند. اتهام های این افراد شراب نوشی، خرید و فروش مواد مخدر و آزار اذیت زنان عنوان شده است. به نام خداوند مردان جنگ، دلیران چون شیر و ببر و پلنگ. امروز مردان نکنام و ناماشنا، پهلوانان قهرمان، فرمانده نامدار ببرهای هندوکش، فرمانده خیر محمد خیرخواه اندرابی و فرمانده غازی مرادی با تنهای خونین و به خاطر دفاع از مردم افغانستان به زمین افتادند. او از دوران جهاد و مقاومت اول تا امروز از سخت‌ترین آزمون‌های سربلند و روسرخ بیرون آمده بود. فرمانده خیر محمد و یارانش ضربات سخت و کشنده بر طالبان که بر سرزمین مردم ما با چشم تحقیرآمیز نگاه میکنند زده بودند. فرمانده خیرخواه اندرابی مرد شجاع، کارآزموده، فرمانده با ابتکار در وضعیت دشوار و مجاهد بیریا بود. از دیر و صبح دشمن از سه طرف از منطقه خوج ولسوالی بنو، کندی و کمرسفید و باغ درهی پلسار با لشکرکشی عظیم از زمین و هوا به قرارگاه ها و مرکز فرمانده خیرخواه حمله کردند. ولی با ایستادگی فرمانده اندرابی و یارانش و صد حمله های سریع ویژگی تاکتیکی های جنگی مجاهدین اندراب ها است و وارد شدن تلفات سنگین به نیروهای خاص قطعه سرخ، بدری، عمری و قطعه انتحاری های طالبان عقب نشستند.
از دیشب جنگ بسیار شدید شده بود و امروز با تمام شدن گلوله های توپ، نبود مهمات پیکا و آرپیجی، چرخبال های دشمن فرصت مانور بیشتر یافتند. اما باز هم با ایستادگی پهلوانهای شهنامه اندرابها قطعات زمینی دشمن به عقب رانده شدند، ولی در آخرین حمله دشمن مبارزین سربلند جبهه مقاومت ملی که بیشترشان مهمات کافی برای هدف گرفتن دشمن نداشتند و در یک جنگ نابرابر تعداد از مبارزین در جریان هجوم دشمن شهید شدند و تعداد هم به فرماندهی فرمانده خیر محمد خیرخواه با شلیک آخرین گلوله ها به دشمنان که تلاش داشتند وارد سنگرهای زد شرف مردم ما شوند و هلاک کردن شمار از آنها، خودشان نیز با هدف قرار گرفتن از هوا و زمین رستمگونه و با فریادهای الله اکبر ساده با آزادگی و با افتخار به شهادت رسیدند. آنها تا آخرین گلوله رزمیدند و تا آخرین قطره های خون در بدنشان اجازه ندادند اشغالگران وارد سنگر دفاع از سرزمین مان شوند. شهادت این بزرگمردان، رستم ها و آرش های معاصر را به خانواده های معظم شهدا، مردم شجاع و مبارز اندراب های بغلان و همه مردم افغانستان تسلیت عرض می کنیم. انتقام این راست قامتتان را خواهیم گرفت و مقاومت و آزادی از زیر سلطه اشغالگران ادامه دارد. تازه ترین اجساد کشته شده های طالبان در اندراب ها، تعداد کم یا بیش 80 تن از گروه طالبان که عمدتاً قطعات انتحاری طالبان بودند در اندراب کشته شدند. اندراب سربلند مردانه می رزمد، مردانه شهید می دهد. حسیب قوای مرکز انا لله و انا الیه راجعون. جنرال خیر محمد خیرخواه اندرابی یک تن از شجاع‌ترین همسنگران ما بود که بعد از اشغال افغانستان علیه دشمنان وطن استاد تا جام شهادت نوشید. شهادت فرمانده خیر محمد اندرابی و همراهانش را برای خانواده هایشان، مردم سربلند اندراب ها و ملت آزادی خواه افغانستان تسلیت عرض می دارم. هموطنان عزیز، مقاومتگران که امروز در مقابل این گروه می جنگد آزادی خواهان هستند که شهادت را افتخار می دانند. یک بار دیگر به مردم خود تعهد می نمایم تا آخرین قطره خون خیش از وطن خود دفاع نموده تا افغانستان را از چنگ اینها آزاد نماییم. رایشان شاد، رایشان تا آزادی ادامه دارد. فرمانده خیر محمد خان خیرخواه نماد از شجاعت و پایمردی بود. او تا آخرین دم مبارزه کرد و تسلیم دشمن صفاق نشد. با وجود دشواری های زمستان قهرمانانه حاضر نشد ترک سنگر بگوید. بار بار می گفت این خاک هرگز به مبارز نمی ماند. خداوند در جمع شهدای راه حق محشورش گرداند. انا لله و انا الیه راجعون. احمد زکی معنوی آمو تیوی گزارش می دهد. منابع در جبهه مقاومت میگویند در درگیری های یک شبانه روز گذشته خیر محمد خیرخواه با بیش از 20 تن دیگر کشته شدند. به گفته این منابع طالبان جسد این فرمانده را در چوک پل حصار گذاشته و به کس اجازه انتقال او را نمیدهند. طالبان تا کنون درباره این رویداد چیزی نگفتند. فوری از لحظات به این سو در اطراف ساختمان وزارت صحت آمد در کابل درگیری جریان دارد. تا کنون منابع مستقل این خبر را تایید نکرده است. گزارش های بسیار مهم از جهان. پوتین: غرب می خواهد روسیه را پارچه پارچه کند. صدای امریکا گزارش می دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یک بار دیگر به کشورهای غربی حامی اوکراین تاخته و ادعا کرده است که غرب در تلاش است تا روسیه را پارچه پارچه کند. پوتین در مصاحبه با تلویزیون ملی روسیه گفته است در محراق پالیسی مخالفان ژئوپلیتیک روسیه این است که روسیه تاریخی را پارچه پارچه کنند. رئیس جمهور پوتین همچنان ادعا کرده است که غربی ها همواره در صدد انقسام و مغلوب کردن روسیه بودند. او گفت هدف ما چیز دیگر است که مردم روسیه را متحد سازیم. هدف پوتین از کاربرد عبارت روسیه تاریخی مبتنی بر این استدلال استوار است که گویا مردم اوکراین و روسیه یکی هستند تا با کاربرد این اصطلاح حاکمیت ملی اوکراین را زیر سوال برده و تهاجم نظامی خود را بر آن کشور توجیه کند. پوتین گفت ما در مسیر درست عمل میکنیم. ما از منافع ملی خیش حفاظت میکنیم، از منافع شهروندان و مردممان پاسبانی میکنیم. او یک بار دیگر ادعای را تکرار کرد که گویا مسکو آماده مذاکره با همه طرفهای دخیل در این روند است تا راه حل قابل قبول برای پایان بخشیدن به جنگ پیدا شود. غرب به ویژه ایالات متحده با حمایت قاطع از اوکراین تهاجم نظامی روسیه بر این کشور را محکوم کرده و تا کنون ده ها میلیارد دلار کمک نظامی و بشری را به کیف فراهم کرده است.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در نخستین سفر خارجی پس از تهاجم روسیه بر کشور از در واشنگتن با رئیس جمهور و قانونگذاران آمریکایی ملاقات کرد و آنان را به حمایت بی‌دریغ به کیف تعهد کردند. مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده روز جمعه 23 دسامبر بسته کمک 45 میلیارد دلاری را برای اوکراین تصویب کرد که فراهم آوری سیستم دفاعی هوای پیتریوت نیز شامل آن می شود. رئیس جمهور روسیه با اشاره به تعهد آمریکا مبتنی بر فراهم آوری سیستم راکتی پیتریوت به اوکراین گفت البته که ما آن را تخریب می کنیم 100%. دستیابی به سیستم های دفاع هوای پیتریوت دستاورد و پیروزی عمده برای کیف بوده و نمایانگر حمایت قوی ایالات متحده از اوکراین تلقی می شود. پیتریوت یک سیستم رهبری شده زمین به هوا است که می تواند طیاره ها، میزایل های کروز و میزایل های بالستیک کوتاه برد را هدف قرار داده و پیش از رسیدن به هدف در هوا منهدم کند. طوفان سهمگین زمستانی در آمریکا 34 کشته و 200 میلیون نفر متاثر شدند. طوفان شدید زمستانی توهم با برفوری شدید در اکثر ایالت‌های ایالات متحده تاکنون منجر به مرگ کم از کم 34 نفر شده و میلیون‌ها نفر دیگر را به دلیل قطع جریان برق و انصدار راه‌ها به شدت متاثر کرده است. پهنای این طوفان غیر منتظره بوده و تقریبا 60% جمعیت آمریکا را متاثر کرده است. تا صبح یک شنبه 25 دسامبر 4 جری نزدیک به 1350 پرواز داخلی و خارجی در میدان‌های هوایی آمریکا لغو شده است. ریزش شدید برف همراه با دمای شدید زیر صفر در شهر بوفالو در شمال ایالت نیویورک سبب اعلام حالت اضطراری شده است و حتی کارمندان اداره خدمات عاجل و اطفایه به دلیل ضخامت برف قادر به کمک رسانی نیستند. اداره ملی خدمات هواشناسی ایالات متحده گفته است که تا صبح یکشنبه ضخامت برف در میدان هوایی بین المللی شهر بوفالو به 43 اینچ یعنی 109 سانتی متر رسیده بود. سرمای شدید یک جا با خط جریان برق زندگی را برای صدها هزار آمریکایی از شرق آمریکا گرفته تا غرب ایالات متحده دشوار کرده است. با آنکه مقام‌های ایالت‌های طوفان زده به باشندگان سفارش کردند که در خانه‌هایشان مانده و از گشت و گذار غیر ضروری پرهیز کنند، چندین مورد حادثات ترافیکی در شهرها گزارش شده است. در حادثه ترافیکی در یک شهر در ایالت هویاهو که 5 موتر به گونه زنجیره‌ای با هم تصادم کرده بودند، کم از کم 4 نفر کشته شدند. چندین مورد حادثات مرگبار ترافیکی از ایالت‌های میزوری، کنساس، کلرادو و ویسکانسین گزارش شده است.